یوحنا فصل دوم. دو روز بعد در قانای جلیل جشن عروسی برپا بود و مادر عیسی در آنجا حضور داشت. عیسی و شاگردانش نیز به عروسی دعوت شده بودند. وقت شراب تمام شد، مادر عیسی به او گفت: آنها دیگر شراب ندارند. عیسی جواب داد: این به من مربوط است یا به تو؟ وقت من هنوز نرسیده است. مادرش به نوکران گفت: هر چی به شما بگوید انجام دهید. در آنجا 6 خم سنگی وجود داشت که هر یک تقریبا 80 لیتر گنجایش داشت و برای انجام مراسم عضو یهود به کار می رفت. عیسی به نوکران گفت: خمها را از آب پر کنید. آنها را لبالب پر کردند. آنگاه عیسی گفت: اکنون کمی از آن را نزد رئیس مجلس ببرید. و آنها چنین کردند. رئیس مجلس که نمی دانست آن را از کجا آورده بودند، آب را که به شراب تبدیل شده بود چشید. اما خدمتکاران که آب را از چا کشیده بودند از جریان اطلاع داشتند. پس رئیس مجلس داماد را صدا کرد و به او گفت: اما بهترین شراب را اول به میمانان می دهند و وقتی سرشان گرم شد آن وقت شراب پستر را می آورند. اما تو بهترین شراب را تا این ساعت نگه داشته ای؟ این معجزه که در قانای جلیل انجام شد اولین معجزه عیسی بود و او به وسیله آن جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. بعد از آن عیسی همراه مادر، برادران و شاگردان خود به کپرناهوم رفت و چند روز در آنجا ماندند. چون عید فسح یهود نزدیک بود، عیسی به اورشلیم رفت. در خانه خدا اشخاص را دید که به فروش گاو و گوسفند و کبوتر مشغول بودند و صرافان هم در پشت میزهای خود نشسته بودند. پس از ریسمان قمچین ساخت و همه آنان را با گوسفندان و گوان از خانه خدا بیرون راند و سکه های صرافان را دور ریخت و میزهای آنها را چپه کرد. آن را به کبوتر فروشان گفت: اینها را از اینجا بیرون ببرید، خانه پدر مرا به بازار تبدیل نکنید. شاگردان عیسی به خاطر آوردند که نوشته شده است: آتش غیرت نسبت به خانه تو در من شعله‌ور است. پس یهودیان از او پرسیدند: چه معجزه می کنی که نشان بدهد عقل داری این کارها را انجام دهی؟ عیسی در جواب گفت: این خانه خدا را ویران کنید و من آن را در 3 روز آباد خواهم کرد. یهودیان گفتند: ساختن این خانه خدا 46 سال طول کشیده است، تو چطور میتونی آن را در 3 روز بنا کنی؟ اما خانه خدا که عیسی از آن سخن میگفت بدن خودش بود. پس از رستاخیز او از مردگان، شاگردانش به یاد آوردند که این را گفته بود و به کلام خدا و سخنان عیسی ایمان آوردند. در آن روزا که عیسی برای عید فصح در اورشلیم بود، اشخاص بسیاری که معجزات او را دیدند به نام او ایمان آوردند. اما عیسی به آنان اعتماد نکرد، چون همه را خوب می شناخت و لازم نبود کسی درباره انسان چیزی به او بگوید، زیرا به خوبی می دانست که در باطن انسان چیست.